دوستای بسیار عزیزم، یک مصاحبه دارم با جناب امرالله صالح، معاون اول آقای اشرف غنی قبلا و آله که آقای اشرف غنی از افغانستان فرار کردن. مطابق مواد قانون اساسی افغانستان ایشان رئیس جمهور برحال مملکت هستند. ما اینا را دعوت کردم که نظرشان را در مورد بعض مسائل بگیرم. جناب امرالله صالح، به برنامه خوش آمدین. شما که یکی از طرفدارای سرسخت آقای غنی بودین، راجع به اینی گپای آقای غنی چی میگین؟ سعی کنین لار صاحب تولا پیدا که تول لار سی اون سر جرگه او که کم غار که پروت ده ستا زونده ای ده نده چیره ده که موجود ده او دریگی لکه ما غونده اتاس منز که او گرزی ده هرات پا دوکانو که او گرزی ده مزار پا کتو که او گرزی. میگن آقای اشرف غنی میگن در یک جلسه با کوچا که بره ملا عبت الله را پیدا کنین، کجا هسته؟ حالا بیایه در کدام غار پت شده؟ در کدام غار پت شده؟ بیایه این رقم ما در ایراد بره، در قندار، در کابل، بیایه این کوچا مثل که ما میرم کیانه. ما اینه تو یک غیرتی استم، تو یک آدم بزدل در غارا پت شدی. دا گز دا میدان بیا او عبدالله و طالبا بیا اینا مثل ما بیا اینجا استاد شکت ما دا گز دا میدان یک چک چک اما که غیرت خود داشت که متو میگو بیا دا کدام غار پت هستی بیا اینا ما همیجا استاد هستم و سعی کنی نیگه پا اولی زده کوچان و پلمنی که پسوری که لویسه ویم دار ما پا وجود که نسته. میگم ما دا دامن یک زن کوچی، در دامن زنای کوچی کلان شدیم، ترس در وجود ما نیست، دار ما پا وجود که نسته. یک چک چک آقای غنی، یک چک چک و یک گپ دیگه شد سعی کنیم. چقدر جالب آقای امرالله صالح، خودت خوکت ازی بسیار دوست بودی، سعی کنیم یک گپ شام که چی میگه. امال چنگ نتی گولی ترسی خیال کنم چی میاسیدی. میگه از بغل گوش ما که کارتوس تیر شوه تفنگ بزنه، نه از بغل گوشم که تیر شه من نفهمیدم که مانایز چی بود، مثل که بگوی صدای موسیقی تیر میشه، من اصلا رای نمیزنم. از بغل گوشم که کارتوس دین که تو تیر شه من خیالم که گل زمان میخوانه یا مت مزم میته که توبه باز میلاف آخرش. اولی زده کوچان و پلمنی که پسوری که لویسه ویم دار ما پا وجود که نسته. ما دا دامن کوچی کلان شدیم، ترس دا وجود من است. آقای امرالله صالح، شما که رفیق نزدیک ازی بودین، حالا شما چی گفتنی دارین؟ ای خال گریخ ای خواهی چستاد نشد ای امی عبدالله را میگفت که در کدام غار است یا خود ازی در کدام غاره. یعنی آقای امرالله صالح راجع به همی گپای اشرف غنی و لافای ازی که یک هفته پیش از گریزش از افغانستان بود، راجع به اینمی شما چی گفتنی دارین؟ چی میگین؟ بفرماین. بسیار یک جواب مردانه دادین، راستی که والا از این که داده که جواب دیگه هیچ کس داده نمیتونه. امرالله صالح، خود دگه بسیار خوب استی، واقعا که همین جوابت بسیار خوب شد. خب حالا آقای امرالله صالح، لافوکات افغانستان زیاد بود، بسیار زیاد، از جمله اینی لافوک سعی کنین، باز ما میخوایم نظرتان راجع به این لافوکام بفهم، سعی کنین. آیا طالب به این فکر است که میایه و مردم ها کیوال میزنه و ما خاموش میباشیم؟ این پیش از آمدن طالب ها بود، میگفت آیا طالب ها در این فکر که یا میاین و مردم ها کیوال میزنن و ما طرفش سعی میکنیم، ما قرمان ها؟ نه، امکان نداره. ما
و سعی کنین که چقدر الله اکبر گوی در ایجا شد. نه تنها که طالب ما اجازه نمیده که در جایی که زیر تسلطش باید اجازه استفاده از کیبل زدن و خشونت علیه مردم ما نداشته باشد، بلکه ما با نمایندگی از کل افغانستان حقوق اساسی و کرامت انسانی او وطن دارای ما را که در گوشه گوشه وطن زیر ظلم و زجر طالب است در مذاکره باید از سرنوشت از اونا هم نمایندگی. نه تنها ما اجازه نمیدیم که یا کس را کیبل بزنن، بلکه از کرامت انسانی تمام هموطنهای ما در گوشه گوشه مملکت دفاع میکنیم. یک چک چک، یک چک چک. آقای محترم، این حال جناب امرالله صالح، شما نظرتان راجع به این لافوک چیست؟ بسیار یک جواب مردانه دادین، راستی که والا از این که دیگه جواب دیگه هیچ کس داده نمیتونه. این خاک که اسمش افغانستان است، این مقدس است برای ما. اینجا پدرم دفن است، مادرم دفن است، برادرم دفن است، اجداد ما دفن است. اجداد ما در خاک دفن است. مادرم دفن است، برادرم دفن است، اجداد ما دفن است. آفرین، رحمت به شیر مادر شما که قدر محبت وطن دارین. یک تعلق غیر قابل تعریف ما با کابل دارم. یک تعلق غیر قابل تعریف، یعنی حتی گفته نمیتونم که ما چقدر به این کابل تعلق دارم. این فقط پیش از آمدن طالبان میگفت. آقای امرالله، اینمی لافوک ما چون کی بود؟ طالبان از در کابل نرسیده بود که کت 20 موتر، کت 60-70 میلیون دلاری که غنی دوزی نتانسته بود، باقیش که مانده بود، این دوزی کت کت 20 موتر پنج شیر گریختاند. نه تنها کابل علاقت، بلکه خانه خودم در کابل علاقت. بستره که میخوابید او را میلاکد. اما باز قهرمان بود، رفت پنجشیر، گفت ما در اینجا خود فدا میکنم. یعنی تعلق با پنجشیر زیادتر داشت، به خاطر که مزار اجداد از اینا بود. ولی وقتی که طالبان از دم پنجشیر نرسیده بودن، امو پنجشیر را میلاکد، امو خانه خودم در اوجا میلاکد، امو به سره که درش خوام میشد. این حال آقای امرالله صالح، نظر شما راجع به می لافوک چیز؟ واقعا که دیگه چیز برای گفتن نمانده، دیگه تنها به عشق و پوشیدن روی از شرم میتانیم خدا ابراز کنیم. آقای امرالله صالح، من موقف شما را واقعا درک میکنم.